احمدرضا نبی‌زاده نامی آشنا برای هنردوستان ایرانی است، نوازنده، خواننده و آهنگسازی که ترانه‌های عاشقانه او از محبوبیت بسیاری در بین مردم برخورداره. او پس از سالها سکوت بار دیگه به صحنه برگشته و اجرای برنامه‌های زنده خودش را از سر گرفته. همکارم آرش گزارش را از اجرای برنامه احمدرضا نبی‌زاده در یکی از کلوب‌های جنوب کالیفرنیا تهیه کرده که با هم نگاه می‌کنیم. احمدرضا نبی‌زاده خواننده، آهنگساز و نوازنده مطرح ایرانی که با آهنگ‌های عاشقانه‌اش محبوبیت خاصی در بین گروه‌های مختلف سنی دارد، بعد از مدتی غیبت دوباره با اجرای زنده آثارش در رستورانی کوچک در شهر کرونا دلمار ایالت کالیفرنیا به میان علاقه‌مندانش بازگشت است. حدود 5 سال من غیبت داشتم. علتش این بود که داشتم کشیده می شدم به طرفی که به من بگن کجا بخون و چی بخون، و از اونجایی که من هیچ وقت از راه موسیقی امرار معاش نکردم و خواستم این رو برای خودم داشته باشم، به طور خالصانه با شنونده ها تقسیم بکنم، در نتیجه ترجیح دادم یک مدتی دور شم و فکر کنم که باید چی کار کرد. البته تشویق هموطنان عزیزم، جوانای مهربونمون، مخصوصا در ایران و بعد در سایر ممالک دیگه، حتی کمتر در آمریکا و لس آنجلس، بیشتر اونها باعث شدن که من دوباره تشویق بشم و برگردم به صحنه و دوباره کار بکنم. رستوران پورت محل اجرای این برنامه یک شنبه شبها میزبان مشتریان ایرانی بیشتری است. آقای نبی‌زاده درباره تجربه و احساس خود از اجرا در این محیط‌های کوچک می‌گوید: خیلی صادقانه بهتون میگم، همیشه وقتی از من می‌خواستن که در یک محیطی که محلی است، رستورانی است، غذا می‌خورن مردم و موسیقی گوش میدن، باشم و برنامه اجرا کنم، من خودداری می‌کردم. علتش هم این بود که خب دلم می‌خواست موسیقی رو وقتی اجرا می‌کنم تماماً حواس مردم به موسیقی باشه، نه اینکه یک جاهایی به شوخی گفتم جاهایی که تروبچو پیاز چه گاز می‌زنن من نمی‌خونم. در نتیجه دنبال جایی بودم که این اتفاق نیفته، جای مناسبی باشه که بتونم موسیقیم رو ارائه بدم، و اتفاقا این محل رو پیدا کردم. البته خیلی هم مهم هست با کسی که صاحب اون مکان هست بشه ارتباط برقرار کرد، هم سلیقه باشیم، هم فکر باشیم. یه خوشبختانه این اتفاق افتاد. دلم میخواست که بیام با مردمم نزدیک بشم، نزدیکی بیشتری داشته باشم، باز از پشت تلویزیون یا رادیو نباشه یا اینکه از طریق اینترنت فقط نباشه، اونها رو از نزدیک ببینم، باشون صحبت بکنم و مخاطبای خودم رو بتونم باشون دست بدم، بغلشون کنم و ببینم که موسیقی رو که من دوست دارم اونها هم دوست دارن. احساس میکنم انگار که باز ایران هستم، باز ما بین هموطنانم هستم. خیلی احساس خوبیه. احمدرضا نبی‌زاده در این برنامه هفتگی مجموعی از آهنگ‌های ساخت خود به زبان فارسی، آهنگ‌های انگلیسی قدیمی و گاهی اسپانیولی هم اجرا می‌کند. او در مورد تنوع در فضای آهنگ‌هایش می‌گوید: من موسیقی رو دلم می‌خواد اونجوری باشه که وقتی خودم لذت می‌برم اون لذت رو به مردم منتقل بکنم. در نتیجه سعی می‌کنم که برای خودم همون رو متنوع نگردارم که اون تنوع رو با مردم تقسیم کنم. در حقیقت یه جاهایی مثل اکتینگ در سینما میمونه که شما یک نقشی رو بازی میکنید که حتما نباید اون آدم باشید. برای من پیش اومده که یه جاهایی طبیعتاً مثل هر انسان دیگری من هم عاشق شدم و اون احساسات رو تجربه کردم، بعدها در کارم، در خوندنم به کار بردم. یه جاهایی هم اینطور نبوده و باز از اون احساسات قبلی که نشأت میگرفته باز کارم رو به صورت عاشقانه ارائه دادم. آقای نبی‌زاده تصمیم گرفته است که به جای تولید آلبوم با مخارج سنگین و زحمت زیاد، آهنگ‌های خود را به صورت تک تک
و از طریق اینترنت در اختیار علاقمندان آثارش قرار دهد. او در مورد مسئولیت یک هنرمند میگوید: من عقیده دارم وقتی که به عنوان هنرمند شناخته میشی و تعداد زیادی آدم به دهان تو توجه میکنن که چه میگی و چه میکنی، یک حس مسئولیت به وجود میاره که اونجاست که از همونطور که گفتم اون نوع هنرمند مهمه که چه فکری میکنه. برای من اینطوری بوده که همیشه احساس مسئولیت کردم که اگر پیام آنچنانی براشون ندارم، اقلن موسیقی درست و سالمی رو بهشون ارائه داده باشم. و با شرایطی که داریم میبینیم در مملکت، مخصوصا برای جوانهای عزیزمون، من یکی هیچ وقت نتونستم بی تفاوت باشم نسبت به این قضیه و فقط به آهنگهای عاشقانه اکتفا بکنم. گاهی گداری سعی میکنم که برای اونها آهنگهایی داشته باشم که احساس همدردی من رو به عنوان هنرمند حس بکنن، ولی خیلی مواظبم که خدایی نکرده طوری اونها رو تشویق نکنم که باعث ناراحتی و مسائلی براشون در مملکت باشه. احمدرضا نبی‌زاده با مخاطب قرار دادن جوانان سراسر دنیا، علل خصوص جوانان ایرانی، میگوید: من دلم میخواد روی سخنم بیشتر با هموطنان جوانم در ایران هست و البته در همه جای دنیا. دلم میخواد بهشون بگم که امید داشته باشن، حتی اگر یه جاهایی ممکنه که به هر حال حالت به قول اینها گفتنی فراستریشن به وجود بیاره، ولی امید همیشه خوبه. دلم میخواد بهشون بگم که عزیزان من، آنچه رو که میخواهید بهش میرسید، کافی از ته دلتون، از ته قلبتون بخواین، با این کهکشان، با این یونیورس در ارتباط باشین، با اون خدای خودتون در ارتباط باشین، با آنچه که میخواهین خواهین رسید. عزیزان دوست